درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذاره با همکاری مهمانان عالی قدری که دعوت میکنم در این برنامه مطالب مهم روز رو برای شما همراه با جناب فرزاد، مهندس فرزاد در اتاق فرمان در اختیارتون قرار میدیم. امروز قبل از اینکه به سالن برم و مهمان عزیزم و خدمتتون معرفی بکنم چند تا خبر کوچیک و خدمتتون اشاره میکنم و بعد میریم به سالن. در 29 این ماه یعنی روز شنبه قرار هست که آقای حامد اسماعیلیون یک برنامه زنجیره انسانی در کانادا به خصوص در تورنتو و دیگر شهرهای دنیا برنامه ریزی بکنن. من فکر میکنم که تا پایان وقت امروز خود برنامه مشخص خواهد شد و در رسانه های مختلف شما خواهید دید و طبیعیه که همکاری شما، پشتیبانی شما برای این کار بسیار ارزشمنده. حالا که در این موضوع داریم صحبت میکنیم، موضوع اصلی صحبت ما که با مهمان عزیز مطرح خواهد شد قسمتش مربوط میشه به همین موضوع آقای حامد اسماعیلیون و دیگران که راجبش بعد از این اخبار کوچیکی که خدمتتون خواهم گفت اشاره خواهم کرد. در چند تا از زندانیان سیاسی که میخواستم که یک یادآوری بکنم برای مهمانان، برای بینندگان عزیز که ما فراموششون نکردیم، یکی هست خانم فاطمه سپهری که باهاشون آشنایی دارین و خانم فاطمه سپهری بارها در برنامه من شرکت داشتن و متاسفانه ایشون در زندان هستن. الان فکر میکنم نزدیک به 2 ماه میشه در این حدود و متاسفانه هیچ خبری از ایشون نداریم. میدونیم که برادرشون هم در زندان هستند و البته حتما آگاه هستین که همسرشون هم در جنگ ایران و عراق از دست دادن. دیگری خانم پوران ناظمی هست که ایشون هم در حقیقت حدود 1 هفته است یا 10 روزه که ایشون هم زندانی شدن، بازداشت شدن. از ایشون هم خبری نداریم. پیامی بود از خواهرشون و گفته بودن که داروهاشو بهشون نمیدن و وضعیت غذاییشون و آب و اینا براشون بسیار بسیار سخته. بنابراین این یادآوری برای هموطنان ما عزیز هست که پشتیبان اینا باشیم و ازشون حمایت بکنیم در هر صورتی که میتونین این کار رو انجام بدین. دیگری آقای رضا حقیقت نژاد هست که خبرنگار جوانی که برای رادیو فردا کار میکردن و ایشون در آلمان فوت کردن و بعد با اصرار خانواده ورودی پیکرشون رو به ایران گرفتن، ولی به محض ورود به ایران پیکرشون رو ربودن، سپاه بری ربودن و سعی میکنن که خانواده این به اصطلاح پیکر رو بگیرن و گفتن که به شرطی به شما پیکر میدیم که در یک فاصله دور از اقامتشون بتونن ایشونو دفن بکنن. این نشون میده که چه ما واقعا با چه جانورانی ما روبرو هستیم به عنوان انسان و ما در حقیقت بعد از 43 سال هست که اسیر این مادون حیوانات هست، چون حیوانات بسیار بسیار، یک موی هر حیوانی با این افراد ارزش بیشتری داره تا افرادی مثل ایشون. نکته دیگه که ممکنه ربطی به این مسائل نداشته باشه، من دیشب یک درخواست کمک مالی از آقای
دکتر زیبا کلام گرفتم از طریق فیسبوک که درخواست کمک مالی کردم برای یک کسی که تیر خورده و نیاز داره به معالجه. من با خرسندی صحبت کردم و ولی در صحبتی که با این آقا می کردم، یعنی به صورت نوشتاری بود، متوجه شدم که یک چیزهای درست نیست. امروز صبح تماس گرفتم با آقای دکتر زیبا کلام، گفتم یه همچی چیزی هست و این لینک ها رو براش کن فرستادم و بلا فاصله ایشون پاسخ دادن که نه، من نبودم این کار کردم و این مشکل رو ما داشتیم و به پلیس داده شده و پیگیری خواهند کرد. منظور از این صحبت اینه که اگر زمانی یه همچین درخواستایی میاد، خوبه که حتما حتما ما به هموطنانمون کمک بکنیم، ولی با این شرط که بتونیم که اینو وریفای بکنیم. خب بعد از این موضوع یک بخواستم برم به سالن و به مهمان عزیزمون که نمیخوام بیشتر از این معطلشون بکنم، درود بگم، سلام بگم و خوش آمد بگم. خانم شاپرک شجریزاده کنشگر حقوق بشر هستند و البته خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن در این حیطه، کمک های بسیاری به اپوزیسیون میکنن و بسیار فعال در کلاب هاوس هستند. اطلاعات بسیار زیادی رو در همین گذاشتن وقت بسیار زیاد، بعض موقع ساعت 2-3 صبح که من مثلا چک میکنم میبینم هنوز توی کلاب هاوس هستن و دارن با دیگر هموطنانمون کلنجار میرن. خوش آمد میگم خانم شجری زاده. درود و سپاس جناب افشین جان، ازتون تشکر میکنم که من رو به برنامه خودتون دعوت کردین، باعث افتخار منه. بله خیلی ممنونم. شما رو خیلی ها میشناسن خانم شجری زاده به خاطر کارهایی که در ایران کردین و جزو دختران خیابان، یا چی میگن اون واژه‌ای که مصرف میکنین، به من کمک بکنین بگین که دختران خیابان انقلاب. بله من از زنانی بودم که تو ایران به حجاب اجباری اعتراض کردم با کمپین چهارشنبه های سفید و بعد هم کمپینی با عنوان دختران خیابان انقلاب. درسته. بله خب ما برای اینکه بینندگانی که شما رو نمیشناسن که فکر کنم تعدادشون کم باشه، بسیاری شما رو میشناسن، شما بفهمین که خانم شاپرک شجری زاده کی هست، در مثلا در 3-4 دقیقه اگه ممکنه حد اکثر خودتون رو معرفی بکنیم به بینندگان عزیز ما، بفهمین. سپاس. من همیشه میگم من یه زن معمولی ایرانی بودم. منظورم اینه که من سابقه کنشگری قبل از مسئله حجاب نداشتم، ولی همیشه دغدغه حقوق خودم رو داشتم. سالها منتظر فعالین حقوق زن، وکلا، روزنامه نگارها بودم، نظارگر تلاششون بودم در جهت احقاق حقوق زنان و بعد از سالها نظارگر بودن، منتظر بودن و حالا مطالعه، متوجه شدم که دلیل اینکه فعالین ما در داخل ایران به نتیجه نمیرسن و سرکوب میشن دونه دونه اینه که آدمهای دیگه حمایتشون نمیکنن. برای من جنبش سفرجت خیلی درس داشت، زمانی که بیشتر راجع به جنبش سفرجت خوندم و متوجه شدم که تا زمانی که زنان طبقه کارگر یا زنان معمولی در اون زمان در جامعه‌ای که در جامعه در غرب زنان طبقه کارگر بودن که خب فاصله داشتن از زنان طبقه مرفه، تا زمانی که اونها به زنان طبقه مرفه نپیوستن این جنبش به جایی نرسیده بود و منتظر یه فرصت بودم تا کمپین چهارشنبه‌های سفید اتفاق افتاد و به عنوان زنی که خب همیشه سرکوب شده بودم، مورد خشونت قرار گرفته بودم،
به واسطه حجاب اجباری بعد از اینکه از دانشگاه فارغ التحصیل شدم فرصت‌های شغلی خوب رو از خودم دریغ کرده بودم به خاطر که نمیتونستم اون درس کد چادر یا حجاب خیلی سفت و سخت مراکز دولتی رو تحمل کنم. به این کمپین پیوستم. کمپین ما میدونیم هممون، اگه اجازه بدین یه کوتاه در مورد جنبش زنان برای اعتراض به حجاب اجباری توضیح بدم تاریخچه‌شو. ما میدونیم اولین اعتراضاتی که نسبت به رژیم جمهوری اسلامی شد توسط زنان بود، بسا بسیاری از زنان در اون انقلاب حتی نقش داشتن، ولی در اولین روزها متوجه شدن که سیاست انقلابیون چی بوده، سیاست گروه اسلامگرا به رهبری آقای خمینی چی بوده، و بلافاصله در همون هنوز یک ماه نشده بود که به خیابان‌ها اومدن بعد از شنیدن صحبت‌های آقای خمینی و اعتراض کردن و با سرکوب شدیدی روبرو شدن. در این جنبش خون هم ریخته شده. خانم هما دارابی با آتش کشیدن بدن خودش به نماد سرکوب رژیم اعتراض کرد و سالها فعالین مختلف، زنانی که پشت بیانیه 1,000,000 امضا بودن، به هر حال یکی از شروطش، نه شروط اولیش، ولی یکی از شروطش بحث حجاب اجباری بود. ولی در زمان، در سالهای اخیر خانم علی نژاد یک کمپینی رو شروع کردن که یک کمپین آنلاین بود به اسم آزادی های یواشکی، که زنان ایران که همواره توسط حکومت خصوصا اصلاح طلبان به دنیا اینطور معرفی شده بودند که خواهان پوشیدن حجاب هستند و حجاب بخشی از سنت ایرانیان هست، اومدن و به صورت توی این کمپین مجازی زنان می نوشتن با فرستادن عکس های بی حجاب و با حجابشون، می گفتن من این هستم نه این، و در حقیقت اون دروغی رو و اون زندگی دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی زنان و همچنین مردان رو مجبور کرده بود که دهه ها زندگی کنن، و ما یک زندگی دوگانه داریم، یک زندگی پارالل داریم در ایران، اون رو به تصویر کشیدن. این به تصویر کشیدن های خود بودن با منجر شد به کمپینی به اسم چهارشنبه های سفید، که چهارشنبه های سفید تبدیل شد از یک کمپین مجازی به یک نافرمانی بدنی در یک نافرمانی مدنی در خیابون های ایران. زنان دیگه با فرستادن عکس ها و ویدیوهاشون میگفتن که ما بیهجابی میکنیم، با پوشیدن نماد سفید و با بیهجابی کردن شروع کردن به نافرمانی و حکومت رو به چالش کشیدن. تا زمانی که من خودم 10 ماه بیهجاب بودم، امکان نداشت کسی من مجبور کنه که حجاب سرم کنم، و خیلی از زنهای دیگه همراه من بودن. اما روزی که ویدا موحد رفت بالای سکو، در حقیقت این نافرمانی مدنی رو تبدیل کرد به یک جنبش اعتراضی در خیابان، و همونقدر که یه جا وایساد با یک نماد سفید، در حقیقت روبروی حاکمیت وایساد و گفت من یک زنم، یک زن ایرانیم، و ببین که اینجا وای میستم و روبروی تو به تو اعتراض میکنم. پس در حقیقت از یک کمپین مجازی تبدیل شد به نافرمانی مدنی و تبدیل شد به یک جنبش اعتراضی که با نام دختران خیابان انقلاب در سراسر ایران شکل گرفت، و اون جنبش منتهی شد به دوربین ما، اسلحه ما، که این مقاومت بود در مقابل سرکوب و در حقیقت دفاع از حق خود زنان بود که توسط زنان اتفاق افتاد. 1 ماه قبل از قتل مهسا ما دیدیم که حکومت زنی رو آورد توی تلویزیون با صورت کبود برای که در مقابل خشونتگر از خودش دفاع کرده بود. این مردم سالها منتظر بودن و میدیدن چطور به زنان در خیابان خشونت میشه، چطور زنان از حقوق خودشون محروم میشن به واسطه حجاب اجباری، و ما دیدیم که با قتل مهسا امینی
یک انقلاب در ایران رقم خورد. من فقط دوست داشتم این سلسله رو فقط به خیلی چیزها نقش داشته، سرکوب کردها، سرکوب مردم، فعالین مدنی، ولی از نقطه نظر حجاب من میتونم بگم که این سیری بود که در جریان اعتراضات به حجاب اجباری که نماد خشونت علنی حاکمیت نسبت به زنانه چطور شد که منجر شد به اینکه اون پرچم سفیدی که ویدا موحد به دست گرفته بود و اون بدنی که هما دارابی به آتش کشیده شد، زنان اومدن تو خیابون و از روزهای اول اون رو تبدیل کردن به مشعلهای آزادی با به آتش کشیدن روسری‌های اجباری. بله، خیلی ممنون. اطلاعاتی که دادی، من فکر میکنم که من که آگاهی داشتم، ولی فکر میکنم که برخی که ممکنه اطلاعات کافی نداشتن کمکی میکنه به شناخت شما. دیروز یک بمبگذاری در شاهچراغ شیراز شد و تعدادی کشته شدن. اطلاعات ضد و نقیضی از طرف حکومت پخش شد که البته وقتی که مقایسه میکنیم با انفجارهای دیگه، بمبگذاری‌های دیگه که در طول تاریخ این 44 سال انجام شده و کارهایی که کردن، نشون میده که این هم مثل بقیه در حقیقت یک حادثه ای رو ایجاد کردن که مردم رو از اون واقعیتی که الان در جامعه هست به حاشیه ببرن. حاشیه چی بود؟ دیروز 40 مهسا بود و ما دیدیم که تمام ایران در حقیقت عزادار بودن و این 40 رو برای احترام به مهسا و خانوادش یا مغازه ها رو بستن و یا اینکه به مزار مهسا رفتن. گزارشی که ما داشتیم گفته میشه در اونجا حدود 40,000 نفر در همون گورستانی که مزار مهسا هست رفته بودن. این موضوع منو به یک موضوع دیگه که چند روز پیش صدا و سیمای ایران اطلاع داده بود که در برلین حدود 10,000 نفر شرکت کردن و این 10,000 نفر هم به خاطر مشکلات انرژی اومده بودن و در حقیقت هر روز اینها خودشونو به یه نحوی خودشونو لو میدن و به نظر من با این صحبتی که من الان میکنم، من فکر نمی کنم که کسانی باشن که در جمهوری اسلامی بخوان صحبت های اینا رو گوش بدن. البته این در حاشیه بود. امروز 40 نیکاست و ما در روزهای آینده شاید 250 یا شاید هم بیشتر، تا امروز متاسفانه کسانی داریم که باید 40 رو بگیریم. در جزو این کسانی که کشته شدن فکر میکنم 17 تا، اگر اشتباه میکنم منو کرکت بکنین، کودک بودن که یا نوجوان بودن که واقعا شرم‌آوره. البته این حوادثی که پیش اومده، این جنایاتی که پیش اومده از چشم هم مردم ایران و هم چشم دنیا مخفی نمونده و هر روز سرخط بزرگترین و پرتیراژترین رسانه های دنیا این موضوع ها پیگیری میشه. میخواستم که حالا راجع به این موضوع صحبت، شما میتونین اینو اکسپندش بکنین، گسترشش بدین، ولی در مورد بمبگذاری شاهچراغ برای اطلاع بینندگان و کسانی که حتما میدونن، من میخواستم یادآوری بکنم سینما رکس آبادانو که نزدیک به 450 نفر، نزدیک به 500 نفر گزارش شد مختلفی که همه خاکستر شدند و اونو در حقیقت
به رژیم قبل ربطش دارن و اون در حقیقت اون اصطلاحی هست میگن که همون اون باعث شد که انقلاب به ثمر برسه. و بعد ما داریم 17 خرداد 96 که حرم خمینی رو بمبگذاری کردن و خودشون مشخص شدن. در فراموش نمی کنیم که بمبگذاری که در حرم امام رضا کرده بودن و این در حقیقت خودشون اقرار کردن در این موضوع. میخواستم بگم که شما در راجع به این چند تا مطلبی که گفتم اگر مطالبی دارین خواهش میکنم بفرمایید، نظرتون رو داشته باشین. سپاس. من هم مسئله سینما رکس آبادان رو میخواستم مطرح کنم که اینها قبل از به قدرت رسیدن با واقعا با کشتن انسانها و با منحرف کردن افکار عمومی پی مقاصد شوم سیاسی خودشون بودن این اسلامگرایان و همچنان هم ادامه دادن. ولی الان بعد از 40 سال میبینیم که اولا این بازی هاشون دستشون رو مردم خوندن و یک صدا همه میگن که ما دیگه با گول فریب نمیخوایم. البته تا اونجایی که من میدونم آقای شاید بمبگذاری هم بوده، تا اونجایی که من دیدم تیراندازی بوده گویا توی شاه چراغ، درسته؟ تیراندازی یه فردی بود. تیراندازی بود و اون صحنه آرایی اصلا کاملا ناشیانه بود، نشون میداد که چقدر اینها ترسیدن، عجله دارن. تمام چیزهایی گفتی من گفتین شما فرمودین اول شروع بحثتون، اینکه پیکر رضای عزیز رو ربودن، نشون میده که این حکومت چقدر ترسوه و چقدر ضعیف شده که از پیکر یک روزنامه نگار آزاده هم میترسه. اون وقت الان اینا دم از اقتدار میزنن در دنیا. اینها از روز 40 یک زن جوان که به قتل رسوندن میترسن، چون میدونن که خون این زن جنبش ها و اعتراضاتی که سالها بود در ایران اتفاق افتاده بود رو تبدیل کرد، شعله انقلاب رو روشن کرد. و به درستی هم فرمودید. ببینید صدا و سیما حتی در بین خود افراد حکومت هم اعتباری نداره. من آره، من وقت آزادم رو خیلی تو کلاب هاوس هستم به خاطر که یه پلی ایجاد کرده بین داخل و خارج. متاسفم من خبر پوران عزیز رو نشنیده بودم، ولی همه یه هفته پیش من پوران رو شنیدم در کلاب هاوس و خود حکومتی ها فرصتی شده ما بتونیم باشون بحث کنیم و میبینیم که اینها هم تماشاگر ایران اینترنشنال و وی او ای و بی بی سی و من و تو هستن و کانال هایی که خارج از ایرانه، نه صدا و سیمای جمهوری اسلامی. به قدری این تلویزیون ها بی آبرو هستن در دروغگویی. اینکه اون تجمع با شکوه برلین رو بیان 10,000 نفر گزارش بدن و بگن برای بنزین هستش، وقتی که نماهایی که گرفته شده پرچم بزرگ شیر خورشید رو، پرچم ملی ما رو به صورت بزرگ تو اون عکس ها میبینیم که رو دست مردم هستش و اون پرچم های سرنگ شیر خورشید، اینکه این رو بخوان به تظاهرات، به تجمعات با خواستگاه نمیدونم نسبت به دولت آلمان بخوان نسبت بدن بسیار احمقانه است. اتفاق بزرگی افتاده. این انقلاب از خیلی از جهات منحصر به فرد دنیا، یکی از مواردش محوریت جنبش زنان و محوریت حقوق زنانه و یکی از دوباره المانهایی که منحصر به فردش کرده همراهی مردان در این حق خواهی و دادخواهی هستش که در تاریخ ایران بی سابقه بوده و شاید گفت در تاریخ جهان مردان این چنین در حمایت زنان در هیچ جای دنیا به پا نخواسته بودن. و یکی از المانهای دیگرش همبستگی و اعتراضات ایرانیان خارج از کشور هستش. ما میدونیم که یکی از کشورهایی که بزرگترین
کامیونیتی مهاجر رو در کشورهای غربی داره ایران هستش و اون هم دلیل اصلیش سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامیه که یا فعالین رو مجبور کرده در تبعید زندگی کنن یا ایرانیان برای اینکه در آزادی و دموکراسی زندگی کنن جلای وطن کردن و در یک حرکت شکوهمند می‌بینیم که تمام ایرانیان دور هم جمع شدن و این در دنیا بی سابقه بوده که یک کامیونیتی مهاجر یک همچین راهپیمایی های با شکوه و بزرگی شکل بده، راهپیمایی های اعتراضی بر ضد یک حکومت استبدادی و همین هستش که اون محوریت زنان باعث شد که از روز اول زنان خارجی، من زن کانادایی رو روز دوم دیدم که اصلا فعالم نبود، یک زن کانادایی معمولی موهاش رو کوتاه کرد و گفت من در کنار زنان ایرانی می ایستم. هم محوریت زنان و هم این همبستگی با شکوه ایرانیان باعث شده که جهانیان چشم از اتفاقات ایران و انقلاب ایران بر ندارن و سیاستمدارهای خارجی هم دارن مجبور میشن بدون اینکه این خواسته رو داشته باشن مجبور میشن که سیاستاشون رو عوض کنن. من امروز دیدم در یکی از مطمئن نیستم فرودگاه واشنگتن بود یا نیویورک، اون جایی که مسافرین بعد یه مسافتی رو طی کنن و تابلوهای تبلیغاتیه و بسیار دیده میشه، تمام دیوار پر بود از حمایت از جنبشی که در ایران هستش که نوشته بود We stand in solidarity with Iranian women و women and تابلوهای بزرگ توی تایمز سکوئر ما میبینیم در نیویورک. همچنین دو سه هفته پیش یک تابلو خیلی بزرگ در مرکز شهر لندن، داونتاون لندن دیدیم. دنیا به پا خواسته چون داره شجاعت مردان و زنان ایرانی، جوانهای ایرانی، بچه های ایرانی رو داخل ایران میبینه و همبستگی و یک پارچگی این دیاسپورای ایرانی در خارج از کشور رو. بله، این صحبت هایی که شما کردین و همه جا همونطور که قبل نشون میده که جمهوری اسلامی پایگاهی نداره، نداشته، الان هم نداره و الان دنیا به نظر من مظلومیت ایرانی ها رو متوجه شد. یه چیزی که بود در این 44 سال ما رو به عنوان همکار تروریست میشناختن، یعنی میدونستن ما هم ساکتیم، یعنی نه اینکه اجازه نمیدادن ما کاری رو انجام بدیم. وزیر خارجه ما به عنوان مثال ظریف میومد میگفت همه چیز خوبه، مردم همینطور زندگی اینطوری رو میخوان. آقای احمدی نژاد میومد در آمریکا میگفت ما همجنسگرا نداریم، که البته هوش کردن و بسیار چیزهای دیگه که ما باهاش روبرو بودیم. و متاسفانه این لباس دینی پوشیدن، من واژه روحانی دوست ندارم، روحانی یک واژه خیلی قوی خیلی خوبیه، ولی ما بهتره بگیم لباس ملا پوشیدن، لباس شیادی پوشیدن. حالا ممکنه به بعضی هم بر بخوره، اشکال نداره، تو هر رشته ای، سازمانی، گروهی چندتایی ممکنه که فرق بکنن، ولی بهشون کمک کرده در این 44 سال، کمک کرده که اینا بگن خب اینا اهل خدا هستن، آدمای درستی هستن و اینو مردم رو فریب دادن. برگردم به صحبتمون، این که این اتفاقاتی که افتاد تمام رسانه ها این نشون دادن مظلومیت زنان ما رو، مردم ما رو، ما رو در یک، یعنی من با خیلی کسایی صحبت کردم در این مدت، میگن ما الان غرور داریم، ما الان غرور ایرانی بودنمون داریم. من دیدم دیروز بود یا پیروز بود یه خانم میگفت که من همیشه خودم ایتالیایی معرفی میکردم ولی الان افتخار میکنم بگم من ایرانی هستم. این نتیجه، این در حقیقت این مطالب هست. ولی من موجزه بدم به هموطنانم که پس از سرنگونی
وقتی که تمام جنایات با مدارکی که مردم میارن و نشون خواهند داد، دنیا خواهد دید که چه ظلمی در این 44 سال به مردم شده و ما چقدر مظلوم بودیم در این 44 سال و صدامون در نیامده، که البته به نظر من یک نقص هست. ما میباید زودتر این کار میکردیم، ولی خب گذشته گذشته. صحبت در حقیقت اصلی امروز که من میخواستم با شما صحبت بکنم، به خاطر آشنایی زیادی که توی این گفته هایی که در رسانه های مختلف هست داشته باشم با شما، موضوع آقای حامد اسماعیلیون هست و تا اندازه هم اگر ممکنه راجع به آقای شهروز صحبت بکنیم، کاوه شهروز. البته در این مورد به خصوص، یعنی در حقیقت فوکوس ما روی حامد خواهد بود که چقدر گروه های مختلف در اشل های مختلف در کتگوری های مختلف از زمانی که موضوع برلین پیش اومد و موفقیت برلین پیش اومد در حال زدن اطلاعات عجیب غریب دادن بیرون که مجاهد نمیدونم نایاک با از کجا پول میاره، نمیدونم چیزهای مختلف دیگه ای که خودتون بیشتر آشنایی دارین، ولی برای آشنایی مردم من میخواستم که شما چون در بطن این کارها هستین و میدونین، اول که به صورت خلاصه بگین که چه چیزهایی رو شما هم میشنوین یا شنیدین و اینا کیا هستن؟ خانم شجریزاده، این افراد کیا هستن؟ یعنی میشه کاتگورایزشون کرد؟ ممکنه بعضی هم بهشون بر بخوره، اشکال نداره. من بارها گفتم به شاهزاده، پیام دادم یا گفتم اینکه شاهزاده باید یک رول بهتری داشته باشه برای اینکه این افرادی که اگر از طرف کسانی که سامانه پادشاهی رو میخوان، اونا خدمت به پادشاهی نمی کنن، خدمت به شاهزاده نمی کنن، بلکه مردم رو میرونن از خودشون، از به اصطلاح شاهزاده رو خراب میکنن به جای اینکه چیز کمکش بکنن. و در این حال بین اینها کسایی هستن که از طریق جمهوری اسلامی وارد میشن و خودشونو با داشتن پرچم شیر و خورشید یا عکسای خاندان پهلوی به مردم نشون میدن، ولی در این حال اون کارهایی رو میکنن که واقعا بعضی موقع آدم شرمش میشه. من زیاد صحبت کردم، میخوام از شما بشنوم، شما بفهمین که میخوام نظرات شما رو بدم. من صحبت هایی که کردم امیدوارم که شما رو اینفلوئنس نکنه، تاثیر رو شما نداشته باشه. بفرمایید. من اجازه بدین اول یه خورده شخصی صحبت کنم. من مدت زیادی نیست که وارد فعالیت سیاسی شدم، خودتون میدونین، و توی کانادا هم هنوز جز نیو کامرام. 4 سال من اومدم، زمانی که من اومدم تو این شهر هیچ ایده‌ای از جریان‌های سیاسی کانادا نداشتم، حتی احزاب کانادا رو نمیشناختم. اینجا باید بگم الان 4 سال گذشته و من شاید آدم هایی که بهشون اعتماد کامل دارم کمتر از انگشت های دستم هستن و شما یکی از اون افرادی که از همون روزه اول با اتون آشنا شدم و دیدین که بارها مزاحمتون شدم وقتی که راجع به مسئله ای نمیدونستم و میخواستم اطلاعات درست بگیرم، مزاحم شما شدم و شما واقعا به عنوان یک دوست و راهنما هر اطلاعاتی که داشتین در اختیار من قرار دادین که همیشه سپاسگزارتون هستم، واقعا قدردان. شما، جناب دکتر مریدی، کاوه شهروز، سمیرا محی‌الدین و خانم محی‌الدین کسانی هستین که من بهشون اعتماد دارم که بتونم از اطلاعاتشون استفاده کنم. اگه یادتون باشه سر کارزار اون تمام اون حجمه‌ای که داشت اتفاق می‌افتاد بر علیه
کسانی که میخواستن کنگره ایرانیان کانادا رو از لابی جمهوری اسلامی، از دست لابی جمهوری اسلامی در بیارن، من واقعا نمیدونستم چه چیزی درسته و به شما طبق معمول و دکتر مریدی و خانم محی‌الدین مراجعه کردم. یادم رفت یکی از اون افرادی که من خیلی بهش اعتماد دارم کاوه شهروز هستش. کاوه سالهاست که داره در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنه و این فقط کنشگری حقوق بشر نیست. کاوه به عنوان یک وکیل توی ژنو بوده چند سال و فعالیت کرده و من واقعا به کسی هستش که به قضاوت و جاجمنتش اعتماد دارم. تمام این تهمت‌هایی که دارن به واسطه کاوه و پروفسور اروین کاتلر به آقای اسماعیلیو میزنن، خودتون میدونین که 4 سال پیشم بر ضد من، زمانی که اصلا این چیز زیادی نمیدونستم، بر ضد من زده شد که من با اسرائیل هستم، با مجاهدین هستم و الان هم دارن از همون داستان‌های واقعا نخنما و پوسیده استفاده میکنن. زمانی که اون روز 1 اکتبر که اسم انجمن و آقای اسماعیلیون دوباره به زبونها افتاد، از اون زمان اینا شروع کردن فوکوس برای تخریب چهره ایشون. میدونین که رژیم جمهوری اسلامی مثل خیلی از حکومت‌های استبدادی دیگه در دنیای امروزی در مواقع کمی دست به ترور فیزیکی میزنه. قبلا یادمونه که تو سالهای گذشته چه جنایاتی در سراسر ایران کرده، با در سراسر ایران و در جهان کرده با ترور مخالفینش و افرادی که اینفلوئنس داشتن، ولی در سالهای اخیر مثل خیلی از حکومت‌های استبدادی دیگه با به دست گرفتن مدیا و تولید پروپاگاندا سعی کرده با تخریب چهره یک شخص، در حقیقت اون رو یه جور ترور شخصیتی بکنه و از راه خود از جلوی خودش به کنار ببره. بحثی که اول در گرفته بود بحث کتابی بود که ایشون نوشتن و میگفتن که این کتاب عکس مریم رجوی روشه. من متاسفانه نخوندم این کتاب رو، ولی بعدا کسانی که کتاب رو مطالعه کرده بودن میگم من متاسفانه این کتاب رو نخوندم، دوست داشتم بخونم، ولی کسانی که مطالعه کردن اومدن گفتن که اتفاقا برعکس، این کتاب اصلا به نفع مجاهدین نبوده و در حقیقت محتوای کتاب دیسکردیت کرده مجاهدین رو و اصلا یه همچین چیزی نیست. بنابراین رو آوردن به همون پروژه قدیمشون که تخریب شخصیت کنن و حالا ایشون رو به حکومت نسبت بدن. ببینید، این که من فقط به طور نمونه میگم، زمانی که بحث انجمن بحث آسمان ایران امن نیست، کمپین آسمان ایران امن نیست رو شروع کرد، یکی از کسانی که وابستگی داره به لابی رژیم و همواره در مقابل کنشگران حقوق بشر و کنشگران سیاسی ایستاده، نام آشنایی حسین درخشان. حسین درخشان مدت هاست که به اسم ایشون رو اسرائیلیون صدا میکنه به جای اسماعیلیون، از اون زمان، از 2 سال پیش، و این تخریب ها قبلا تو توییتر به نحو دیگه شروع شده بوده. الان هر چقدر که چهره آقای اسماعیلیون برجسته میشه در کنار بقیه چهره های برجسته ایرانی، خب تخریب ها سکیلش بزرگتر میشه. به تب الان یک سری آدم هایی که خودشون رو به اسم اپوزیسیون معرفی میکنن و همه میدونن که اینها چهره های درستی، آدم های درستی نیستن و نادرستن، مثلا میان میگن استالینیون و یه جوری اینجوری تخریب میکنن. اما همواره کسی مثل شما یا مثل من که فعالیت کردیم و مدام از طرف نایاک و ICC کنگره ایرانیان کانادا مورد حمله قرار گرفتیم، به خوبی شاهدیم که نایاک چطوری همیشه در مقابل ما وایساده، در مقابل انجمن هم وایساده، در مقابل خانواده ها ایستاده. زمانی که بحث
تحریم مگنیسکی، یعنی تحریم هدفمند ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران، سران جنایتکار جمهوری اسلامی بوده و قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. همیشه اینا جلوی ما بودن و زمانی که انجمن پیوست به بقیه کنشگران در زمینه قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، حمله های نایاک و ICC هم شروع شد. بنابراین واقعا تهمت های بیهوده ایه. همه ما میدونیم که نقش نایاک و ICC چقدر پررنگ بوده برای اینکه تروریستی اعلام کردن سپاه و تحریم های هدفمند رو یک جوری جنگ طلبی و تحریم طلبی معرفی کردن و در مقابل همه ایستادن. این تهمت هایی هم که به آقای اسماعیلیون میزنن چیزهای تکراریه برای ما، به همه کنشگران زدن و این دفعه دارن از طریق کاوه شهرروز این کارو میکنن. من توصیه میکنم اگر کسی در مورد شخصی دچار تردید هستش، میتونه به راحتی به توییتر اون شخص مراجعه کنه و به هر حال یک ایده‌ای بگیره از فعالیت‌های سیاسی افراد. کاوه یکی از معدود کسانی بود که من حداقل 4 سالش رو میدونم که فعالیت توییتریش متمرکز بود بر رسوا کردن اعضای نایاک و اعضای کنگره ایرانیان کانادا در کانادا، و هر کسی با مراجعه به توییتر کاوه میتونه بفهمه که کاوه چقدر دغدغه حقوق بشر داره، چقدر در مبارزش با جمهوری اسلامی مصمم هستش، هیچ ارتباطی با مجاهدین نداره و چطور در مقابل نایاک سالها ایستاده و الان میخوان با تخریب چهره کاوه شهرروز در حقیقت چهره آقای اسماعیلیون رو تخریب کنن. برای چی؟ برای اینکه هممون میدونیم که این فراخوان‌هایی که داره داده میشه از طرف انجمن و این همبستگی چطور یه خاری شده در چشم جمهوری اسلامی و چطور یک نقطه امیدی شده برای معترضین داخل ایران، فقط برای اینکه بتونن متوقف کنن این همبستگی ایرانیان رو در خارج از کشور. بله، من دیروز پیغام گذاشتم برای آقای اسماعیلیون، میدونم که چقدر سرشون شلوغه به خاطر این برنامه زنجیره انسانی که شنبه خواهد بود. من فکر میکنم اینا دارن 24 ساعته دارن کار میکنن، ولی درخواستم این بود. حالا خوشحالم که مهندس فرزاد این پوستر رو گذاشتن که هموطنان ما بتونن باهاش آشنا باشن و ببینن که کجا هست و با خودشون آشنا بشن. ولی در اینجا در تورنتو که 7 آبان میشه، روز کوروش هم هست، در ضمن من فراموش کردم بگم فکر کنم ساعت 10 صبح هست. حالا وارد این نمیشم، خواستم بگم که پیغامی که گذاشتم این بود که در یک برنامه تلویزیونی، در یک برنامه تلویزیونی که غیر در حقیقت غیر وابسته باشه به سازمان ها یا اسوسییشنی مثل سازمان مثل اینجا، تمام این سوال هایی که پرسش شده به عنوان مثال از کجا پول میارن، چه جوری هزینه میکنن، مجاهد هستن نیستن، تمام این سوال ها رو در یک ویدیوی شاید 15-20 دقیقه همه اینا میتونه کاور بکنه و بعد اینو به عنوان یک در حقیقت یک مانیفست، به عنوان یک مانیفست من شما و دیگرانی که حقایق رو میدونیم در رسانه‌های خودمون پخش بکنیم و دیگه تمام این برنامه‌ها از بین بره. من خوشحالم راجع به کتاب گفتین، چون عکسی که روی جلد کتابی که ایشون گذاشتن و یه دیگه گفتن چون شبیه حجاب مجاهدین هست پس بنابراین ایشون مجاهده، در حالی که شما به درستی گفتین که این کتاب برعکس نشون میده که مجاهدین هیچ در حقیقت پایگاهی ندارن و تعدادشون هم
در داخل ایران یا خارج ایران طبق آماری که اومده زیاد پاپیولار هم نیستن. بنابراین این امیدوارم که آقای اسماعیلیون این فکر رو بکنند و من در خدمتشون هستم هر موقع، ولی هر جای دیگه، ولی کمک میکنه برای اینکه این تمام این زدنها که ما رو به حاشیه میبره، اون انرژی ما رو میگیره به صورت خیلی راحت. هر کسی صحبت کرد میگیم بفرمایید، این شما این ویدیو رو نگاه بکنید، هر سوالی داشتین و همه سوالاتون اینجا پاسخ میده. سوال اینجاست که چرا خانم شجری زاده چرا این کارو میکنن؟ یعنی سود این، غیر از این که ما میتونیم تشخیص بدیم، جمهوری اسلامی رو میتونیم تشخیص بدیم که چرا این کارو میکنن، برای اینکه الان آقای اسماعیلیون یک خار بزرگی هست در چشمان جمهوری اسلامی و میدونن این برنامه زنجیره انسانی هم که شنبه خواهد بود کمک میکنه به مردم کشورهای مختلف که ببینن که چقدر مسالمت‌آمیز مردم ایران مطالب خودشون رو میخوان مطرح بکنن. سیاستمدارای دنیا میفهمن که ما چی میخوایم، حرف حساب ما چیه. و بعد نکته بسیار مهم اینه که سیاستمدارا باید بدونن یک همچین نیشنی، یک همچین ملتی باید جایگزین این ملاها بشه. چرا باید به اونا این داستان رو بهشون با تکرار بکنن؟ ایران یک سرزمین بزرگ بکره، یعنی 44 ساله هیچ کاری روش نشده و بعد بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که بیان با مردم ایران سرمایه گذاری بکنن و ما دو مرتبه ایران رو بسازیم. به علاوه نکته دیگه، اینا اگر بخوان قرارداد اتمی امضا بکنن، هیچ کسی نمیتونه یک ملا اطمینان بکنه. ما الان داریم میبینیم جوانات بچه ها رو دارن میکشن. چرا میخوان بکشن؟ برای اینکه میخوان بیشتر بمونن. چرا میخوان بمونن؟ برای اینکه و بعد من فکر کنم حداقل تکرار میکنم، حداقل 80% مردم اینا رو نمیخوان. اون 20% من بهشون تخفیف، یعنی بهشون کردیت دارم اعتبار میدم، ولی من فکر کنم که آمار واقعی حدود 90 و چند درصد هست. بنابراین پرسش از شما این که چرا این کارو میکنن، از نظر از دید شما چرا این کارو میکنن؟ آقای افشین جم، این انقلاب من فکر میکنم در تاریخ بی نظیر خواهد بود. خیلی از افراد خارجی، خیلی از فمینیست های معروف دنیا، نویسنده ها دارن در موردش صحبت میکنن. یک ماه و نیمه که مردم با دست خالی تو خیابون هستن، جوون ها تو خیابون هستن با شعار زن زندگی آزادی، و همین این رو منحصر به فرد کرده. من فکر میکنم انقلاب اجتماعی همین الان در ایران اتفاق افتاده. در ایران انقلاب اجتماعی صورت گرفته که بچه های مدرسه ای عکس های خمینی و خامنه ای رو پایین میکشن. هممون میدونیم که این چه تابوی ترسناکی بوده. تمام در و دیوار شهر رو از عکس های این جنایتکاران پاک کردن و آتیش کشوندن، مجسمه هاشون رو به آتیش کشیدن. در کنارش دو تا اتفاق بزرگ افتاده در ماه گذشته، در اول اکتبر و هفته گذشته 22 اکتبر، که اون همبستگی که دیده شده از طرف ایرانیان در سراسر دنیا واقعا حکومت رو ترسونده. بنابراین نهایت تلاشش رو میکنه که جلوگیری بکنه که یه همچین صحنه های تاریخ سازی رو ما دوباره ببینیم. انقلابی که الان در ایران اتفاق داره میفته در نوع خودش در تاریخ دنیا منحصر به فرده. و دو اتفاقی که در ماه گذشته افتاده، اول اکتبر که در بیش از 150 شهر دنیا مردم با تجمعات بزرگ به خیابان‌ها اومدن، و برلین 22 اکتبر اون جمعیتی که در برلین بود و همچنین در شهرهای مختلف، اینجا ما تو تورنتو هم اعتراض بزرگی داشتیم، واشنگتن اعتراض خیلی بزرگی داشته، اینها تاریخ ساز شد. برلین تاریخ ساخت. بنابراین اینا دلشون نمیخواد ما روزهای تاریخی
بیشتری رو برای دنیا بسازیم. و من فکر میکنم که اجازه بدیم من در مورد امروزم بگم. حالا امروز پنجشنبه 27 اکتبر بچه های دانشگاه UFT بازی راه پیمایی گذاشتن از سیتی اسمیت هال تا کوینز پارک. دیشب توی باد شدید، باد خیلی شدیدی بود، بارون شدید، هموطنان ما تعداد زیادی جمع شدن تو ملسمن و مراسم 40 مهسا عزیز رو، بزرگداشتش رو برگزار کردن. امروز هم به مناسبت 40 نیکا این اتفاقات داره در همه، در روزهای مختلف، در شهرهای مختلف همزمان با اعتراضات داخل ایران اتفاق میفته و من واقعا منتظرم که ببینم شنبه باز یه تاریخ دوباره با زنجیره های انسانیمون در همه شهرها بسازیم. و من گویا شنیدم که این قراره تو ایران هم اتفاق بیفته، به امید اینکه واقعا مرد و زن از سنی که نسلی که انقلاب کرده تا نسلی که مثل ما نسل ترس بعد از انقلاب بوده و بعد فرزندان ما که این بچه های شجاع هستن که تمام هویت این حکومت رو دارن به پایین میکشن و آتیش میزنن، اینا همه در کنار هم بیان و کمک کنیم که این، اگر این انقلاب، من به همه کسانی، هر کی با هم مصاحبه میکنه بهشون میگم اگر به مردم ایران کمک کنن و خودمون بخوایم و همبستگی داشته باشیم، اگر زودتر این انقلاب به نتیجه برسه و این انقلاب اجتماعی که اولردی اتفاق افتاده، این انقلاب سیاسیش هم به ثمر برسه و حکومت جمهوری اسلامی سرنگون میشه، ما نه تنها ایرانیان رنگ آزادی و دموکراسی رو تو ایران میبینن، نه تنها خون هیچ ایرانی دیگه تو اون سرزمین به ناحق ریخته نمیشه، نه تنها یک روزی آرزوی منه که چوبه دار از توی سرزمین ما بره، برای همیشه از تاریخ ما پاک بشه، نه تنها دیگه خونی ریخته نمیشه اگه انقلاب زودتر به ثمر برسه، نه تنها آزادی و دموکراسی برمیگرده به ایران، بلکه دنیا رنگ صلح و حداقل در خاورمیانه میبینه و به اعتقاد من شاید رنگ صلح در خیلی از نقاط ایران ببینه و متوجه باشه که رژیم جمهوری اسلامی منشأ خیلی از این اقدامات تروریستی، ناآرامی ها و جنگ ها در خاورمیانه و در دنیا بوده. بله، من یک دقیقه آخر رو من میخوام استفاده بکنم و اون که پرسشم یا در حقیقت اون چیزی که میخوام مطرح بکنم برای بینندگان و اونایی که به قول معروف سنگ میندازن یا از چوبلای چرخ میندازن، بدون سرنگونی جمهوری اسلامی ما به همین صورتی که الان هست خواهیم بود و بدتر میشه. بنابراین کسانی که به هر دلیلی، یکی از مهمترینش اینه که بعضی ها به خاطر اون فردی که میخوان در آتیه سمتی داشته باشه کمک میکنن، یا اینکه مخالف آقای اسماعیلیون هستن، خب اشکالی نداره، شما میتونین که موافق این باشین یا نباشین، ولی اول اجازه بدین که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم و بعد وقتی که سرنگون کردیم همه میگیم مردم میتونن که انتخاب بکنن، انتخاب در صندوق رأی هست، اون کسانی که فکر میکنن که طرفدارشون برنده میشه خب کمک بکنن برای این کار. هر چقدر شما مهربون باشین با مردم، فحاشی نکنین، مسلما طرفداران شما به شما بیشتر میپیوندن تا اینکه بخواین فحاشی بکنین کارهایی که واقعا انسانی نیست، واقعا ایرانی نیست، کمک نمیکنه. من یادم نمیره که زمانی که خانم نسرین ستوده مورد علاقه تمام قضات و لویرها بود در دنیا، به شدت خانم نسرین ستوده رو میکوبیدن به خاطر که فکر میکردم ممکنه رقیب کسی باشه. من کارم، یعنی زمان من تموم شده، باید پایان بدم.
به امید روزهای بهتر و امیدوارم که همه ما برای یک هدف و اون هدف سرنگونی جمهوری اسلامی هست کوشش بکنیم و بقیهش دیگه راحت تر خواهد بود. سپاسگزارم از شما خانم شاپرک شجریزاده که آمدین وقت گذاشتین و امید برنامه های آینده در مراحل مختلفی دیگه. روزتون خوش. سپاس از دعوتتون. مرسی.